BBC در گزارشی که از یک موزه تاریخی در فلسطین اشغالی تهیه کرده فاش کرد، گنجینه‌های منحصر به فردی از تاریخ و فرهنگ ایران شامل مجمر فلزی زیبا با نقوش جانوری و شمدان‌های فلزی دوره سلجوقی، یک کفن سوزندوزی شده نفیس از دوره حکمرانی آل بویه و کاشی های لعابی زیبا از دوره قاجاره که توسط صهیونیست ها به سرقت رفته و در این موزه به نمایش گذاشته شده. رژیم صهیونیستی که فاقد هر گونه تاریخ و تمدن سعی میکنه با دزدی آثار باستانی از کشورهای مختلف از جمله ایران برای خود تاریخچه‌ای دست و پا کنه و هویتی بسازه تا کمتر مورد اعتراض قرار بگیره. فلزی زیبا با نقوش جانوری و شمدان‌های فلزی دوره سلجوقی، یک کفن سوزندوزی شده نفیس از دوره حکمرانی آل بویه، کاشی‌های لعابدار زیبا از دوره قاجار، اینها تنها برخی از آثار تاریخی و باستانی به نمایش گذاشته شده در موزه اسرائیل هستند. موزه اسرائیل در بیت المقدس که به تازگی با هزینه 100 میلیون دلار مرمت شده، مجموعه بی‌نظیری از آثار باستانی ایران مربوط به تمام دوره‌های تاریخی را در خود جای داده است. نعما بروش، متصدی ارشد بخش هنر و باستانشناسی اسلامی موزه اسرائیل است. خانم بروش مرا به دیدن نگین این مجموعه راهنمایی کرد، یک محراب کامل متعلق به دوران صفوی. محراب ما متعلق به قرن 17 و کار اصفهانه. ما میدونیم که از قرن 15 ایران تزیین بناها و مقابر مذهبی رو با موزاییک و کاشی لعابی آغاز کرده و این سبک در طول دوره‌های تیموری و صفوی در بخارا و سمرقند هم خیلی رایج بوده. Iran, I would call a Persian art, and Iran and Iraq was the main center of Islamic art. ایران و هنر ایرانی به ویژه از قرن 11 تا 13 کانون اصلی هنر اسلامی محسوب میشه. ما آثار این دوره را سبک سلجوقی میگیم و از این دوره بود که به عنوان مثال فنون مهم کوزه‌گری مثل لعابکاری و میناکاری ابداع شد. در خصوص سازه‌های فلزی ما میدونیم که طلاکوبی و نقره‌کوبی ظروف فلزی از ایران آغاز شده و به مصر و سوریه راه یافته. اما موزه اسرائیل چگونه به چنین گنجینه بی‌نظیری از آثار تاریخی و باستانی ایران دست یافته است؟ اشیاء مربوط به دوره اسلامی که از فرهنگ‌های همسایه در اینجا به نمایش گذاشته شدند، در واقع اکثرا توسط دو نفر به موزه اهدا شدند. یکی ایوب ربنو ساکن ایران و فرانسه و دیگری یوحنا داوود که در ایران متولد شده بود و در لندن زندگی می‌کرد. ایوب ربنو یک گنجیاب بود و برای همینه که اکثر آثار دوره اسلامی ایران در اینجا توسط اون اهدا شده. اما یوحنا داوود یک پژوهشگر متون و ادبیات بود. اون اشعاری منتشر کرده و در کار ترجمه آثار فارسی به انگلیسی هم دستی داشته. بیشتر کلکسیون داوود از متون تصحیح شده، قرآن‌های نفیس و مینیاتورها تشکیل شده. در تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اهدا کننده این آثار منحصر به فرد تصحیب و مینیاتور، موزه اسرائیل موافقت کرد تا آرشیوهای مربوط به یوحنا داوود در اختیار ما گذاشته شود. هرچند نتوانستیم خانم بروش را تا داخل خزانه موزه تعقیب کنیم، اما او به زودی با در دست داشتن جعبه‌ای حاوی اوراق شخصی یوحنا داوود بیرون آمد. مدارکی که تا قبل از این هرگز در معرض دید رسانه‌ها گذاشته نشده بود. تعدادی عکس داوود اینجاست. این یکی مثلا مربوط به سال 1924، زمانی که اون جوان بوده و برای تحصیل از ایران به لندن رفته. این عکس خیلی جالبه. جلسه در سوئیس با حضور یک شاهزاده ایرانی. داوود هم اونجا ایستاده.
این عکس که 1920 برداشته شده، شاهزاده سالارالدوله پسر دوم مظفرالدین شاه رو در مهمانی جنرال موزر در قلعه در سوئیس نشون میده. یوحنا داوود در ژانویه سال 1969 و تنها چند روز بعد از امضای سند واگذاری کلکسیونش به اسرائیل در تنهایی در بیمارستانی در لندن مرد. بر اساس گزارش‌ها مجموعه او سپس از طریق کانال دیپلماتیک سفارت اسرائیل به این کشور منتقل شده. در سال 1984 ارزش نقدی کلکسیون داوود حداقل 20 میلیون پوند برآورد شد، هرچند که به عنوان آثار منحصر به فرد ارزش واقعی این مجموعه از هر مبلغی فزون‌تر است. محمد بنظرپور، بی بی سی، موزه اسرائیل.